الله الرحمن الرحیم. سخن در خصال حمیده اعلی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و ارواحنا له الفدا بود. عرض کردیم اون حضرت در بیان حضرت علی ابن موسی رضا آنچنان که فرموده اند اعبد الناس است، چه از جهت کمی چه از جهت کیفی بر روی زمین مجال عبادت برای احدی از انبیا و از اوصیا به مانند حضرت ولی عصر نبوده است. 1185 سال او مشغول تعبد است و تهجد است و حق عبادت حضرت حق را نسبت به ظرفیت مخلوقیت اون حضرت به جا می آورد و الا نمازها و عبادتهای دیگران همه ناقص است. چون خدا را نشناختند به حق نمی توانند طبعاً حق عبادت رو هم انجام بدهند. البته نبی مکرم معظم ما فرمود ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اون از باب تواضعه، ولی ما نسبت به امام یا نسبت به پیامبر اکرم میگوییم اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده، عبدت الله مخلصا حق عبادته. حق نماز رو امام عصر میتوانن به جای بیاورن، و الا نمازهای ما که و نمازهای همگان. علتش هم برمیگرده به اصل معرفت. در نتیجه امام عصر اعبد الناسن، گفتیم طریق همینه، طریق عبادته. و اگر کسی میخواهد به امام زمان نزدیک بشود یا هوای این رو دارد که وجعلنا من اعوانه و انصاره، باید عباداتش رو سنگین بکنه، نوافل رو باید به جا بیاورد. نوافل طریقی است برای تکمیل نقصانهای فرائض. یعنی اگر نمازم حضور قبل نداشته، توجه خوبی نداشتم و نمازم خلاصه نماز نبوده، اون نماز نافله ای رو که میخوانم تکمله است و جبران کننده نواقص نمازهای واجبمه. نماز مغرب نافلش در سفر ساقط نمیشه و از استحباب نمیفته. نماز ظهر و عصر نافلش رو نباید خواند. نماز عشا رو هم رجاءً باید خواند. بنابراین نافله صبح و نافله مغرب به جای خیش باقی است. یعنی اون نمازهایی که قاعدش اینه، اون نمازهایی که شکسته میشه در سفر نافله نداره. اون نمازهایی که شکسته نمیشه مثل نماز مغرب و نماز صبح نافلش باقیه. یکی از ویژگی های اعلی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا این است که او اشرف الناس است. ما فضیلتی داریم و شرافتی داریم. فضیلت اکتسابی است و مربوط به خود شخص است. گیرم پدرت چو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. دانش و فرهیختگی و حکمت و امور مانند این و ویژگی ها و صفات اخلاقی که انسان اکتساب بکند به تمرین و ریاضت، اینها فضیلت های خود شخصی. اما شرافت مربوط به نسبه. یعنی یک شخصی انسان بسیار فاضل و خوبی است، ولی پدرش یه آدم قلدر بوده، یه خان بوده، یه آدم بی خودی بوده، خروج حی از میت شده، مثل جناب محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر کسی است که امام رضا میفرمایند انما شیعت علی الحسن و الحسین و و و محمد ابن ابی بکر. اما پدرش شخص ملعون، اول ظالم و اول ملعونه، هم اول ظالم هم اول ملعونه. پس خود محمد ابن ابی بکر فضیلتی داشته است که از ارکان تشیع و از اعاظم اصحاب امیرالمؤمنین و ربیب امیرالمؤمنین است. اما شرافت نسبی که نداشته. شرافت نسبیش به چیه؟ به این که امیرالمؤمنین فرمود نجابت محمد ابن ابی بکر از مادرش اسماء بنت امیس است. این که مادرش اسماء بوده، اسماء بنت امیس صاحب سر حضرت زهرا، بله برای اون شرافتی است. اگر پدر و مادر یک کسی شخصی بود خاص، مؤمنی، متدینی، از مردان خدا یا از بندگان خوب خدا، این می شود شرافت. مربوط به نسب اکتسابی نیست. و حالا اگر یک کسی از ذریه رسول خدا بود، از شجره طیبه بود، این خیلی شرافته. اولئک آبائی فجعنی به مثلهم،
کفاکم یا بن زهرا فخرن ازا ما قیل جدکم الرسول. یک کسی از اولاد فاطمه است، خود این افتخار هست یا نیست؟ افتخاره دیگه، من فرزند رسول خدایم. بله البته بر اون کسی که فرزند رسول خداست، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. شایسته تره، لازم تره، بایسته تره که صفاتش به صفات رسول خدا نزدیکتر باشه. اما در این حال فی حد نفسه افتخاره. یک کسی پدرش علامه امینیه، یک کسی هم پدرش بازاری خوبیه، درسته؟ کدامی که اشرفن، کدامی که شرافتشون بیشتره؟ اون کسی که پدرش علامه امینیه شرافتش بیشتره. مفهوم شرافت در لغت عرب رو میگیم ها، در لغت عرب شرافت یعنی یک برجستگی و ویژگی نسبی داشتن. از شرایط امام این است، دقت کنید، امامی که داریم عرض میکنیم یعنی امام خلیفت الله ائمه اثنا عشر، نه امام جماعت، نه امام جمعه، مثلا امام مطلق، صاحب امامت مطلقه. از شرایط صاحب امامت مطلقه، امام و حجت الله و خلیفت الله فی الارض، این است که باید اشرف الناس باشد حسبا و نسبا، باید شریفترین مردم باشه، باید دارای یک نسب مشخصی باشه. مثلا بنده بخوام پدرانم رو بشمارم، تا 4 نسل میتوانم بشمارم، بعدش کیه؟ 4 نسل قبل ما شیخ مهدی معاون الشریعه بوده، بعدش کیه؟ نمیدونم کی. یه گفت آقا شما رو به جدتون، گفتم جد من کی بوده؟ من خودم هم نمیشناسم، افراسیاب بوده مثلا. جد یکی ممکنه علاقه و کال باشه. کل حسب و نسب منقطع الى يوم القيامه الا حسبی و نسبی. فرزندان رسول خدایان که نسب و حسبشون تا روز قیامت مشخصه و قطع نمیشه و معروفه. از شرایط امام این است که، از شرایط صاحب امامت مطلقه این است که از یک نسب پس و ناشناخته نباید باشد، باید در بین همه مردمان سلالت النبیین باشد و اطرت و خیرت رب العالمین باشد و صفت المرسلین باشد، باید چکیده و عنصر و خلاصه بهترین حسبها و نسبها و دارای بهترین تبارها و نژادها باشد، چون این امام خلقه، باید هر چه دارد خوبان همه او تنها داشته باشد، باید در هر چیزی تک باشه، خلیفه خداست، خلیفه خدا رمون جان، جانشین خدا بر زمین. این که نمیشه یک آدم ناشناس گمنامه از یک تبار قراقاتی و مجهول الهویه‌ای باشه، باید مشهور باشه نسب او در شرافت و همچنین بوده. پیامبر ما بهترین نسب و حسب رو در بین عرب داشتن، در بین همه عرب، آل ابراهیم و قریش، در بین قریش از بهترین بطون قریش یعنی از بنی هاشم و از بهترین شخص یعنی از عبدالمطلب و از جناب عبدالله و امیرالمومنین کذالک، باید بهترین حسب و نسب رو داشته باشه. خب نسبت به امام عصر میگوییم که امام عصر شرفی دارد، شرف حسبی و نسبی دارد که هیچ کدام از اولیا و حتی ائمه ما ندارند. چرا؟ الان عرض میکنم. ابوالانبیا کیست؟ اسوه توحید کیست؟ سرآمد توحیدیان و یکتاپرستان کیست؟ و امام توحیدیان جناب ابراهیم خلیل الرحمن. اونج افتخارها برمیگرده به جناب ابراهیم، قهرمان توحید، مردی نستوه و کم نظیر و بیمانند. حتی در بین انبیا، بعد از مهتر انبیا، یکی از اولوالعزم، جناب ابراهیم علیه السلام، همچنان که میدانید 2 پسر داشت. و این البته درش درسی است که آقا نگران نباش که تو یه دونه پسر داری، فلانی 4 پسر داره، تا نسلت چه باشند، رب حبلی ملدون که ذریتن طیبه. یه کسی ممکنه 10 اولاد داشته باشه ولی 10 پلشت باشن و بعد هم نسلشون پلشت باشه. یه کسی مثل حضرت رضا، بنابر مشهور روایات البته، 1 پسر داره به نام جواد الائمه، اما جواد من به جوانان دهر می ارزه. جناب ابراهیم تا دیربازی از سن خودش اولاد نداشت اصلا،
وقتی که پیر شد خدا دو پسر به او داد، اسماعیل و اسحاق. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خدای را شکر که در پیری و کهنسالی به من اسماعیل و اسحاق رو داد. مستحضرین قصه اسماعیل و مستحضرین قصه اسحاق رو مستحضرین. این دو پسر هستند. اسماعیل از هاجر است و اسحاق از ساره و از دو مادرن. اینها دو تیرن. اسماعیل رو جناب ابراهیم آورد و در بطحا و در مکه و در ام القرا گذاشت. نسل اسماعیلیان نسل از ابراهیم، تبار و فرقه و سلسله اسماعیلیه در حجاز بودن و در مکه بودن. اسماعیل و فرزندان اسماعیل از اوصیاء ابراهیم. در تبار اسحاق، اسحاق در کنعان بود، در فلسطین امروز، فرزند او یعقوب، فرزندش یوسف و همینجور تبار بنی اسرائیل. اسرائیل گفته بودیم لقب کیست؟ لقب اسحاق به معنای الخالص لله. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، آل یعقوب. اینها هم در کنعان و فلسطین و در این قسمت شامات منتشر شدند. از نسل جناب ابراهیم 1000 نبی مبعوث شده، 1000 نبی. لذا به ابراهیم میگوین ابوالانبیا. نسل اکثر عمده انبیا از نسل اسحاقن، از بنی اسرائیلن. از سلیمان بگیر، عیسی، موسی. شما میگید آقا عیسی، مگه عیسی پدر داشته؟ نه، مادرش از بنی اسرائیلی. قرآن او را از ذریه ابراهیم میشمارد. داوود و شعیب و همینجور بشمارید، تمام یونس و همه اینهایی که بودند انبیا، آنهایی که اسامیشون رو میدانیم و آنهایی که حتی نمیدانیم، چون اسم یک عده معدودی از انبیا در قرآن ذکر شده، نه اسم 124 هزار پیغمبر. شرافت اونها این بود که انبیا بنی اسرائیل در بنی اسرائیل می آمدند و می آمدند تا به جناب عیسی رسید و بعد جناب شمعون. آخرین وصی معصوم عیسی شمعون است، شمعون صفا. در این طرف نسل پر افتخار اسماعیل آمده تا رسیده به جناب قصی و کلاب و هاشم، جناب عبد مناف، هاشم و عبدالمطلب و جناب عبدالله و جناب ابو طالب تا برسد به امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم. خب اون نور شرافت حسبی در سلسله اسماعیلیه میرسد به عبدالمطلب، از عبدالمطلب میرسه به عبدالله، از عبدالله پیامبر اکرم به وجود میاد. یک قسمت از این نور و شرافت رفته به صلح و ابو طالب، از ابو طالب علی ابن ابی طالب به دنیا میاد. دو مرتبه باید نورون علا نور بشه. حضرت زهرا به دنیا میاین. حضرت زهرا با امیر المومنین ازدواج میکنن. مرج البحرین یلتقیان، التحاق دو نور. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان یعنی الحسن والحسین. شرافت ها، تمام شرافت های نسل قریش و نسل اسماعیل میرسد به امام حسن و به امام حسین. خب الان شد دو تیره دیگه، شرافت حسنیه، شرافت حسینیه. اولین جا و مجالی که بشود اینا پیوند بخورن، میخورن. چی میشود؟ این میشود که امام سجاد پسر امام حسین ازدواج میکنن با دختر امام حسن، فاطمه بنت الحسن. امام باقر از ناحیت مادر شرافت حسنیه دارد، از ناحیت پدر شرافت حسینیه. یک پدر بزرگش امام حسن است، یک پدر بزرگش امام حسین است. نورون علا نور میرسد به امام صادق. همین جور شرافت ها داره جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه و شرافت های نقاط مختلف. یعنی پاکیزه ترین زنان از جهان میاد مثلا میشه مادر حضرت رضا. و فی الارض قطع مجاورات، برخی از اهل معنا گفتن این قطع مجاوره یعنی همین مادران ائمه که پاکیزه ترین رحم ها و دامن ها رو داشتن، از نقاط مختلف میآیند و پیوند میخورند به شجره طیبه رسالت و نسل اطرت. خب میرسد هر کدام از ائمه ما را که ببینید، اینا در زمان خودشون شریفترین مردم و پر افتخارترین مردم و بهترین نژادها رو داشتن.
به طوری که میبینیم وقتی که حضرت رضا حدیث سلسلت و ذهب رو میخوانند که روایت میکنم از پدرم موسی بن جعفر از پدرش امام صادق همینجور تا امام باقر تا رسول خدا، بسیاری از سنیان گفتن اگر این سند این حدیث رو بر یک بیمار بگذاریم شفا پیدا میکند و بر دیوانه بخوانیم عاقل میشود به برکت این نامهایی که اینجا آمده. شریفترین مردمان پدران اینها بودند. خب تا برسه به امام عسکری، به امام عسکری که میرسیم بهترین شرافت ها جمع شده در امام عسکری. اما دقت کنید شرافت های چیست؟ شرافت های سلسله اسماعیلیه است. اون طرف دنیا در کنعان در فلسطین این همه انبیا بودند. چه انبیای عظیم القدری، چه انبیای شامخی، چه شخصیت هایی. نسبت به برخی از اونها خدا اونها رو ستوده که نعم العبد انه اواب. آل اسحاق اون طرفن. اون کسی که میخواهد موعود جهانی باشد و موعود ادیان است و کسی است که امام کل عرض خواهد بود، رب العرض خواهد بود، شاهنشاه حقیقی زمین اوست، خسرو تمام جهان اوست، امیر عالم ایجاد اوست، نمیشود که از شرف چیزی کم داشته باشد. به همین جهت باید در وجود اون عزیز شرافتهای نسل اسحاق و نسل یعقوب هم بوده باشد. همین است که شما میبینید امام هادی کسی رو از امناء خودشون که امین بوده میخواهند، بهش فرمودند بشیر، عرض کرد بلی، فرمود این پول رو از من بگیر، کیسه‌ای و همیانی از زر دادند، برو به بغداد، امام سامرا تشریف دارن. چشم، روز دوشنبه‌ای به بغداد وارد خواهد شد، به کنار دجله برو، در کنار دجله که کشتی ها پهلو میگیرند و زورق ها، در بازار برده فروشان میبینی که برده فروشی کنیزهایی رو عرضه میکند، به سراغ او برو، کنیزی را به این نام و نشان خواهی یافت که سراسر پوشیده است و اجازه نمیدهد کسی او را بخرد و در میمانند همه برای خریدن او. وقتی همه در ماندن تو به اون برده فروش برو بگو که من پیامی دارم از شخصی عرب و از بزرگان عرب که من بوده باشم، نامه من رو بده به اون کنیز، او حاضر می شود که به تو از طرف من او رو بفروشن، او رو بخر و بردار بیار. گفتم چشم، از شما اشاره کردن از من به سر دویدن. آمدم به دوشنبه رسیدم به بغداد، همون شد که امام فرموده بود. امام هم نکته نانگفته می داند، هم نامه نانوشته می خواند. جام جهان نماز سمیر منیر دوست، علم او احاطه دارد به همه اخبار و اوضاع. آمدم دیدم بله برده فروشی است و کنیزهایی رو به معرض فروش گذاشته و در بین اینها کنیزی است که کاملا پوشیده است و هر کی که میاد سراغ او که بخواد تقاضای خرید بده میگه اگر بخواید من رو بفروشید خودم رو میکشم. من رفتم سراغ اون برده فروش و گفتم من یک پیکی هستم و نامه ای دارم، اجازه میدید اینو کوف انجام بده؟ مستعجل بود. تا نامه رو دادم به این کنیز، نامه رو که باز کرد مهر امام عسکری و خط امام عسکری گریست، نامه رو بوسید، به دیده گذاشت و با اون کسی که برده ها رو میفروخت گفت اگر نفروشی من رو به صاحب این نامه خودم رو میکشم. اون برده فروش هم کاملا از اصل قصه متعجب بود، شگفت زده شده بود که اصلا قصه چیه. من گفتم چقدر بدم؟ یه رقم بالای پروند. کیسه رو ماسک کردم، دیدم طبق همون رقمی که این گفته امام عسکری زر نهاده اند، طلا نهاده اند در این سکه های طلاست. دادم اونم از خدا خواسته. گفتم حواسم رو جمع کردم که قصه عادی نیست. گفتم تشریف بیارید. اولین منزلی که اتراق کردیم از محضرشون سوال کردم که شما اهل کجایید؟ فرمود اهل روم. یه رومی داریم یعنی ایتالیا، یک رومی داریم یعنی روم شرقی، یعنی همین انطاکیه و آنکارا و استانبول و ترکیه. این روم شرقی است، با روم فرق میکند. یه رومی داریم، یک رومی داریم، باز روم غربی داریم، روم شرقی داریم. روم شرقی یعنی همین قسطنطنیه و ترکیه امروز. گفت من اهل رومم.
چطور عربی میدانی؟ چطور این خط رو شناختی؟ چرا بوسیدی؟ چرا بردیده؟ او به من گفت ای ضعیف الایمان، گمان میکنی که من خط امام زمان خودم رو نمیشناسم؟ یا لرج، مگر شما کی هستی؟ فرمود نگاه نکن که من در لباس کنیزکانم، من نواده قیصر روم شرقیم، نوه قیصرم و از طرف مادرم من نواده شمعون صفایم، وصی عیسی. نسبت به قبر جناب شمعون صفایی، قبر هست در بیروت، در لبنان معذرت میکنم، که قبر شمعون صفاست و صورت قبری دارد و مرقدی. یک کسی از دوستان ما متخصص بحث مسیحیتند و در بحث مسیحیت فعالیت‌های علمی بسیار عمیق و اهل تحقیق هستند. ایشون چندی پیش در واتیکان بود، 20 روز در واتیکان بود و اونجا بود. گفت زیر اون قبه اصلی واتیکان، گنبدی که میبینید، زیر اون قبه قبر شمعونه و ذریح و قبری و سنگ مفصلی داره. من نمیدونستم، حقیقتا شاید برای شما هم جالب باشه. شمعون صفا، شمعون وصی بوده، لازمه یه وصایت اسمته، پس معصوم بوده. الان ممکنه یک کسی به ذهنش غلجان کنه که آقا مگه 14 معصوم نداریم؟ ما 14 قلده بلند اسمتی داریم که به ذروه اولیا و ستیق بلند اونها احدی نرسد. اون 14 قلده بلند اسمت اهل بیتن، ولی 124,000 پیغمبر و 124,000 وصی پیغمبر هم معصوم بودند. اسمت انبیا ضرورت اعتقاد شیعه است و یکی از اصول نهادینه در اعتقاد شیعه است. همه انبیا معصوم بودند، اما اسمت صاحب درجات، به درجات مختلف اسمت دارند. برخی صاحب اسمت کبرایی هستند، مثلا اولوالعزم، برخی مثلا ممکنه ترک اولایی داشته باشند. علی کل حال شمعون صفا وصی جناب عیسی است، وارث علم اوصیا و انبیا است، مبادی و ودایع علوم انبیاء اسحاقیه در پیش اون نهاده شده بوده و شرافت به اون برمیگردد. و این دو شیزه بزرگوار، فرمود من اسمم ملیکاست و من نواده قیصر رومم و تبارم برمیگردد به شمعون صفا وصی عیسی. چی شد که پس الان اینجا چه میکنید؟ شنیدید قصه را؟ یک قصه نیست، سخن عشق. این عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. گفت این قصه سر دراز دارد. من نوه قیصرم و قیصر تصمیم گرفت که من رو بده به پسر عموم تا او بعد از پسر عموم بعدش او بشود قیصر روم، که هم ملکه و هم قیصر از نسل او باشند. قصر جدم قیصر رو مزین کردند، شمع‌های بزرگی رو روشن کردند و تمام کشیش‌ها آمدند و اساقفه مسیحیان و انجیل‌ها رو باز کرده بودند. پسر عموی من رو بر تختی نشانده بودند مکرم که داماد باید باشه و عقد رو باید بخوانند. تا آمدن شروع کنن به خواندن خطابه عقد با آیین خودشون رو شروع می‌کردند به انجیل خواندن، زلزله ای شد و تمام ستون ها فرو ریخت و شمع ها فرو خفت و این پسر عموی نگونبخت منم از تخت افتاد و سرش خورد به جایی و مرد و برهم خورد تمام بساط عروسی. من هم طبعا به قصر خودم رفتم، به اتاق خودم رفتم و من هم متعجب بودم از این ماجرا که چی شد. جد من خیلی اذیت شد و ناراحت شد و خب همه این رو شگونه بد زدن که چقدر نگونبخت بود این پسر که این چنین از بین رفت و چه زلزله‌ای چه وقتی گذشت. بعد از مدتی برای جبران این قصه و جبران اندوه و این نکبتی که به بار آمده بود که در دل همه هم خوفی ایجاد کرده بود، تصمیم گرفت که برادر دوم او رو به عقد من در بیاره. بازم همین قصه تکرار شد. این بار که تکرار شد دیگه همه فهمیدن قصه عادی نیست. من که به اتاق خودم رفتم، منم تعجب کرده بودم در قصه دوم. شب به محض اینکه خوابیدم دیدم که مریم
مادر عیسی و عیسی و شمعون در کنار منند. شمعون که جد من بود. یک وقت دیدم ماه و خورشیدی طلوع کرد و دو شخصیتی می آیند که یک کدام از اونها مثل خورشید می تابد و دیگری مثل مهتاب و شمس و زها و القمر اذا تلاها و جوانی هم بسیار برومند در پشت سر اونها. اون آقایی که تشریف آوردن به عیسی که رسیدن دیدم عیسی در مقابلشون اظهار کوچکی و کرنش و چاکری کرد و مثل عبد مرحبا بک یا خاتم النبیین عرض سلام کرد و جواب سلام او رو دادند و فرمود ای عیسی ابن مریم من آمده ام تا دختر وصی تو شمعون را برای پسرم خواستگاری کنم. عیسی گفت یا رسول الله نهایت افتخارها. پیامبر بر منبری بالا رفتند از نور و خطابه عقد من رو خوندند با جوانی که او را ابو محمد می گفتند. ابو محمد الحسن یعنی امام عسکری. من در عالم رؤیا چشمم که به او افتاد چنان شیدای او شدم، چنان دلی از من برد، برقی از خیمه لیلی بدرخشید، سحر وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد که یک دل نه صد دل عاشق این یاره در خواب دیده شدم. از خواب که بیدار شدم دلم بیتاب بود، دلم بیتاب بود. عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. این عشقهای مجازی و زمینی اگر به جان کسی واقعا عشق افتاد از خواب و خوراک میفته، تا چه برسد به عشقهای حقیقی معنوی حب فلاح که اصلا واژه عشق هم در اینجا دیگه شایسته نیست. و که چنان دل من از محبت او لبریز شده بود که خوابم نمی برد، نه میل خواب داشتم نه میل خوراک، مریض شدم. دل سپردن که اختیاری نیست، دلم رفته. روز به روز من توهیده تر شدم، لاغرتر شدم، نمیخوابیدم، میگریستم. اینا هم فکر میکردن که از این اوضاعی که پیش آمده هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست احوال من، اسرار من. منم نمیتونستم بگم که چی دیدم در خواب و دلم پیه کی هست. اونقدر من مریض شدم که به بستر افتادم. پدر بزرگ من قیصر که اون مصیبت ها رو دیده بود من براش خیلی نازنین بودم، خیلی ناراحت شد، می آمد در کنار بستر من می نشست و همینطور اندوه تمام اطباء روم رو جمع کرد و اطباء روم مهارت به تمام داشتن که ببینی چش این دختر و چرا این چنینه. اونها نمی توانستن تشخیص بدن که من چمه و حال من بدتر می شد، به حدی که دست از جان من شستند. شمی بود، حال من خیلی وخیم بود. پدر بزرگ من قیصر آمد کنار بستر من نشست، یقین پیدا کرده بود که من می میرم. به من گفت که ملیکا تو به این وضع داری از دنیا میری، من خیلی اندوهناکم. دخترم اگر آرزویی در دنیا داری لااقل بگو که من آرزوت رو برآورده کنم. مادر امام عس هنوز به خانه امام عسکری نیامده، برکت داشته برای مسلمان. اگر عزت میخواهید بچسبید به توسل به حضرت اولیا و حضرت مادر امام زمان. کلید اینجاست. من به پدر بزرگم قیصر روم گفتم که 10,000 اسیر مسلمان اسیر مایند در ترکیه امروز. منی که دارم از دنیا میرم، بیا شما اگر منو دوست داری این 10,000 اسیر رو آزاد کن، اینا برن سراغ زن و بچهشون، زن و بچهشون خوشحال بشن، اینا رو نکش و آزادشون هم کن از این که تو اسیر کردی اینا رو، چی گیرت میاد. بلکه حالا خواستم ذهن او رو آماده کنم که این برکت برسه به مسلمان ها، بلکه شما اگر اینها رو اسیر اسرا رو ازید آزاد کردی، مریم و عیسی یک عنایتی بکنن، من هم شفا پیدا بکنم. پدر بزرگم چون من خیلی براش دردانه بودم گفت باشه این کاری میکنم. فردا 10,000 اسیر مسلمان به برکت مادر تو یا صاحب الزمان آزاد شدن و رفتن سراغ زن و بچه‌شون. یا بقیت الله به حق مادر ما رو از جهنم
آزاد کن، من اتقای که من النار، شما هم بیا به خاطر مادرت ما رو آزاد کن از جهنم، آزاد کن از بند نفس. ای آن که میگویی مرا پرواز کن، پرواز کن، اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن. یا وقیت الله، آزاد کردن 10,000 مسلمان رفتن. خدا میداند در نام این خانم، در نام این مهین بانو، در قبر او، در توسل او، خدا میداند چه برکت هاست. از نکاتی که عجیب شیه غافل عظمت حضرت نرجس خاتون، هر حاجتی دارید نز کنید که سفره خودتون سفره بنازید، ولی شده 2 نفر رو دعوت کنید بگید این سفره سفره ملیکه یا عالم است. ببینید چی میشه که ما آزمودیم این نظر را. بسی حاجتی که زما شد روا، به یمن توسل به مادر وقیت الله. قرآن بخوانید بهشون هدیه کنید، مکررن سوره توحید بخوانید. والله گاهی در عمرم در یک بزنگاهایی و سختیهایی گرفتار شدم که بالاتر از اونها اصلا سختی متصور نیست. از عمالبلا بوده واقعا و زاغت الارض شده برایم، اما به ایشون توسلی کردیم. و البته خاک راه را به نظر کیمیا کند، صد درد را به گوشه چشمی دوا کند. کافیه اشاره ای بکنه که پسر رشیدم مهدی، این بنده خدا رو یه نگاهیش بکن. ده 10,000 مسلمان آزاد شدن رفتن. از فردا صبح من که دردم درد دیگری است، درد فراق یاره، اما ظاهرم رو زدم به این که بهتر شدم، حالم خوب شده، از بستر برخواستم. اما به محض اینکه اون 10,000 مسلمان آزاد شدن، من همینجور در تاب و تب میسوزم که یک شب دیدم محبوبم رو دیگه ندیدم. گفتم به خواب روم بلکه ببینم جمال تو. شب بعدی تا خوابیدم دیدم مریم باز کنار منه. مریم مادر عیسی. یک وقت مهتاب طلوع کرد، یک خانمی آمده، چه خانمی، که دیدم مریم در مقابل ایشون کنیزه، پدر و مادر و خودش رو تفدیه اون حضرت میکند. من به تعجب به مریم مادر عیسی گفتم ایشون کیان؟ مریم به من گفت ملیکا، این خانم مادر محبوب توست، سیدت و نساء العالمین، من الاولین الى الاخرین، از این خانم زهراست، درد تو رو این خانم میتواند درمان بکند. درسته، نه درد ایشون رو، درد همه ما رو. گر نگاهی به ما کند زهرا، درد ها را دوا کند زهرا. درد عالم گیره حضرت زهراست. اگر زهرای مرضیه به چیزی راضی شد، خدا راضیست و درست میشه. حتی گره کار فرج دست فاطمه زهراست. من تا فهمیدم ایشون مادر محبوب من حضرت ابی محمد الحسن هستن، خودم را انداختم به دامن ایشون، شروع کردم گریه کردن که ای سیدتو نسام، اگر نمیبینید من میسوزم و میسازم، نمیبینید دارم میمیرم از داغ فراق پسر شما، چه کنم؟ فرمود ملیکا، این 2 کلمه رو که من میگم تو تکرار کن، شهادتین رو بگو، من محبوبت را به سراغ تو میفرستم. گفتم چه عرض کنم؟ فرمود بگو اشهد ان لا اله الا الله، تکرار کردم بیبی، شهادت بده به نبوت پدر من، شهادت دادم. تا شهادت دادم بیبی من رو به سینه گرفت و فشرد و میبوسید و میگریز. اهل دل و آقایان، اهل فضیلت، اهل اشارت هستن، چرا از همه جا به سینه فشرد نرجس را؟ خدا رحمت کند کافی را. صبر کن یا فاطمه، ای بانوی پهلوی شکست، یعنی ملیکا نرجس، شفای زخم سینه من از وجود تو به دنیا میاد. تو روح منی، قرار موعود من، منتقم من، از تو به دنیا میاد. از اون شب به بعد
که فاطمه زهرا به من عنایتی کرد و مرا به سینه چسبانی، تا امروزی که در پیش تو ام هر شب محبوبم و شوی آینده ام امام ابی محمد الحسن به خواب من می آید و معارف چطور من امامم رو نمی شناسم ای ضعیف الایمان، من می دانم او امام من است. مبهوت شدم که در محضر کی هستم. در خدمتشون به تواضع آمدیم سامر را، بر امام عسکری وارد شدن، امام عسکری مقدمش رو خجسته داشتن، حکیم خاتون دختر جواد الائمه رو صدا زدن، فرمود عمه جان بزرگ زنان بنی هاشم است، بسیار عظیم القدرن جناب حکیمه، یه بحث مفصلی داره شأن ایشون، فرمود عمه جان این دختر همان کسی است که موعود ما از او به دنیا می آید، تو را به او سپردم. نرجس خاتون میگوید من را که به حکیم خاتون سپردن گاهی کفش های من رو جفت میکردن، من میدویدم که نکنید عمه جان شما دختر پیغمبر خدایید، دختر امامانید، میفرمود چطور نکنم، میدانی از تو کی به دنیا خواهد آمد، چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی. تا شب نیمه شعبان رسید، ما در حق سامر را تقصیر کردیم، در حق سامر را قصور کردیم، کوتاهی کردیم در تعظیم سامر را. جوانان گاهی بلند شید بینید سامر را، الان که فساف و مرتبه دیگه، الان مضیف الحمدلله به همت یک عده از عزیزان مرتبه، سرداب خدای رحمت کند آقای دکتر شهرستانی رو با این مسجد عظیمی که ساخت و سرداب را گسترش داد. الان شما بخواید 40 روزم سامر را بمانی زیاد نیست. من همین جدیدن 40 روز کربلا بودم، میگه در فرما مشکل حادتون نه، مریض نه، چی میشه ما که عمرمون به بیهودگی و بیحاصلگی گذشته، بریم 40 روز زیر گنبد امام حسین بیستیم، دامن امام حسین رو محکم بگیریم، ما که عمرمون رو سیاه شدیم بگیم اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین، چی میشه بریم یک چله کربلا بگیریم برای فرج امام زمان، چی میشه جوان ها که 40 نفر با هم قسم بشید بگید میریم کربلا، نه زن میخوام، هیچی نمیخوام، 40 نفر میریم، میرم مسجد کوفه، اصلا هیچ عملی انجام نمیدم، تو مسجد کوفه 40 تا با هم بشینیم یک ذکر 12100 یا علی بگیم فرج امام زمان رو بخوایم، مسجد سهله، چی میشه زائری که میره عتبات، آقا در سامر را بمان، سه شب بمان، روایات ما فرمودن مهمانی سه شبه، سه شب بمان، بگو یا صاحب زمانان مهمان شماید، پدرت گفته اکرم و ضیف الوکال کافر رو، اگه کافرم آمد رو فرش شما اکرامش کنید، من کافر که نیستم، اشهد ان علی ولی الله، سه روز روی اون فرش حرم بمان، غذاتم از حرم باشه، آب خوردنتم از حرم باشه، ببین امام زمان با تو چه میکنن. سحرها در سامر را خدا میداند چه خبره، لذت میهمان بودن. من خودم این کارو کردم، گاهی سحر بلند میشدم گفتم امام زمان نه نماز میکنم نه دعا میکنم، من مهمونم، پذیرایی کن تو برام دعا کن، و واقعا مهمان میشید. نزید و که حیث و متجهت رکابی و زیف و که حیث و کنتو من البلادی، چه برسه به سامر را. کسانی که دستتون میرسه برای آبادانی سامر را کار کنید، دغدغه داشته باشید، باید مو اطراف حرم خریداری بشه، میلیارد ها لازمه تا این اطراف خریداری بشه و حرمت حرم نگه داشته بشه. الغرض سامر را، سامر را، در سامر را نیمه شعبان، نیمه شعبان اونقدر خجسته است که فرمود اگر مولودی شب نیمه شعبان نوزادی به دنیا بیاد حتما با سعادت، حتما در زندگی سعیده و سعادتمند خواهد بود. حضرت حکیم خاتون میفرماید 14 شعبان بود، نزدیک اذان مغرب من روزه بودم، آمدم برم منزل خودم، امام عسکری به من فرمودن که عمه جان بیستید امشب که امشب شب ولادت موعود ما اهل بیت است. من تعجب کنان پرسیدم از کدام یک از همسران شما، کسی از همسران شما باردار نیست؟ فرمود از نرجس. گفتم در نرجس من اثر حمل و بارداری نمی بینم. فرمود او شبیه مادر موسی است، که مادر موسی چون فرعون و فرعونیان می خواستن
موسی به دنیا نیاد و شکمها رو می شکافتن، ما هم گرفتار بنی العباس فرانه این امتیم، آثار هم در او نیست، اما در او موعود پروریده شده و امشب به دنیا میاد. شما بایستید که شما باید باشید. گفتم کی؟ فرمود اندکی به اذان صبح به سحر. سحر ایستادم رفتم در کنار نرجس، نیمه شب بود، دیدم از خواب بیدار شد، شب از نیمه گذشت. پدر و مادرم فدای مادرت یا آبایت، نماز شبشون رو خوندن، پاسی از شب گذشت، نزدیک اذان صبح شد، دیدم خبری نیست. من یک لحظه دلم به ولوله افتاد. حضرت حکیمه میفرمان که آقا امام معصوم فرمودن نزدیک سر، الان که نزدیک اذانه. از اون اتاق امام عسکری فرمود عمه جان شک مکن که الان وقتش رسیده است. تا فرمودن دیدم نرجس دست به رحم گذاشت. گفتم پدر و مادرم به قربانت چیزی حس می کنید؟ فرمود بله عمه جان درد حس می کنم. یک وقت پرده نوری بین من و او فاصله شد، هیچی نمی دیدم. پرده که کنار رفت دیدم حجت خدا به دنیا آمده. لحظه اول ولادت به سجده رفته. تعجب نکنید جوانها، چرا؟ او کسی است که قرار است عیسی پشت سر او نماز بخواند. امام عیسی است. چطور عیسی به محضی که به دنیا میاد به مادرش میگه که محزون نباش، کلی واشربی و قری عینا، دستور هم میده حزی الیک به جزء النخل نخله تو ساقت علیک رطبا جنیا. او لحظه اولو در نوزادی میگوید انی عبدالله آتانی الکتاب. این آقا امام عیساست. سالها اندر آسمان عیسی منتظر بر امامت مهدیست. عجیبه، دیدم لحظه اول به سجده رفته، انگشت های مبارکش رو بلند کرد، شروع کرد به شهادت این دادن و بعد فرمود و بی یطهر الله الارض، به سبب من مهدی خدا زمین رو پاک میکند. صدای امام عسکری بلند شد که عمه جان پسرم رو بیا در ملحفه پیشیده. من خیلی امشب امیدوارم حضرت عباسی یه مجلسی برای مادر شما بگیرن. بزرگ داشت مادر شما، بعد کی بگیرن؟ کارگرهای شما، کارمندای شما، غلامان شما، یه مجلسی برای بزرگ داشت مادرتون بگیرن. شما شرکت نمی کنید؟ هر کاری داشته باشید میگیم برم از اینا یک سری بزنم. اینا به خاطر مادر من یه مجلسی گرفت. یا صاحب الزمان، گرچه دوریم ولی از تو سخن میگوییم. ما امشب مدح مادرت رو گفتیم و شنیدیم. توقع داریم از کلام شما. توقع داریم یا بقیت الله، توقع عنایت ویژه، اون هم به حرمت مادرتون داریم. مخصوصا که توسل سخت و عجیبی خواهیم داشت. به باب الحوائج الالله. چه باب الحوائج؟ پسرم رو بیار در ملحفه پیچیدم. مهدی رو آوردم تا چشمشون به پدرشون افتاد. آقا او رو روی پا نشاندن، دستی به پشت او کشیدن، دیدم سبحان الله بر بازوی او نوشته جا الحق و زهق الباطل. مکتوب بود به بازوی. دستی به پشت سر او کشیدن و فرمود پسرم بخوان به اذن الله. دیدم این نوزاد رو پای پدر شروع کرد به خواندن و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. من مبهوت. خوش به حالت نرجس، اولین کسی هستی که حکیم خاتون، اولین کسی هستی که یار نادیده رو دیدی. چقدر تو خجسته بودی که اول زنی و اول کسی بودی و روی زمین که او رو دیدی. بعد از اینکه تلاوت تمام شد من دیدم سقف شکافته شد، پرندگانی پایین آمدن دور قنداقه او میچرخن و امام این قنداقه نورانی رو به این پرندگان سپرد، گرفتن بالا بردن از سقف. من گفتم آقا چی شد؟ کجا آوردن؟ فرمود اینا پرنده نبودن، ملائکه اند. ملائکه عرش مشتاق دیدن مهدی اند. او رو لحظه اول به دنیا آمدنش عروج کرد و به معراج رفت، بردن به عرش که ملائکه او رو ببینه. از اون اتاق دیدیم نرجس گریه میکنه. آقا بچه مو کجا؟ فهمیدید کجا میخواییم بریم؟ بچه هم چی شد؟
فرمود نرجس ناراحت نباش، بچت رو میارن. از اون اتاق تا این اتاق رباب هم هرچی تو خیمه منتظر که بچه هم بردن آب بدن. دید خبری نیست که نیست، یه وقت پرده رو بزنه کنار ببینه پشت خیمه امام نشستن.